سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه به کانال من خیلی خوش اومدین امروز یک بافت بسیار زیبا براتون در نظر گرفتم که بهتون آموزش بدم که این بافت خیلی حالت زیبایی داره و بافت متراکمی هستش و حالت برجسته داره و خیلی هم ساده بافته میشه ببینید حالت کشی داره ولی خب کش بافش انقدی مثل حالت کش هایی که به صورت عادی انجام میدیم نیست و یه کمی متراکم تر هستش ولی خب برای اکثر بافتا میتونید ازش استفاده بکنید برای کلاه خیلی زیبا میشه برای راکت برای پولیور برای اکثر بافتا میتونید از این بافت زیبا استفاده بکنید ببینید حالت این شکلی داره و این دانه های زیر هستن که این حالت خطی که اینجا هست روی دانه های زیر میافته میبینید به این شکل خیلی بافتش راحت خیلی ساده است و مدل بافتمون هم که میبینید این شکلیه و خیلی خوشگل و زیبا این که جلوی کار هستش و اینم پشت کار هست این پشت کار هست و ما در واقع این جلوی کار رو استفاده میکنیم تعداد دانه ها برای این بافت باید مذربی از دو باشه به اضافه یه دانه چون اینجا حالت رچه رفت و برگشتی است و برای تقارن یک دانه در نظر گرفته شده یعنی تعداد دانه ها باید مذربی از دو باشه به اضافه یک دانه و دو دانه هم که برای حاشیه کار در نظر گرفته شده برای این مدل بافتی که اینجا بافته شده پس تعداد دانه ها باید مذربی از دو به اضافه یک دانه باشه من برای نمونه اینجا اومدم 15 تا دانه سر انداختم مزربی از دو به اضافه یک دانه 15 دانه سر انداخته شده الان بافتمون رو شروع می‌کنیم رجه اول که این رجه اول رجه پشت کار هستش دانه اول به این صورت از میل خارج میشه و دانه بعدش به زیر بافته میشه به زیر بافته میشه دانه بعدی به رو بافته میشه یه دونه زیر به زیر بافته میشه یه دونه به رو بافته میشه یه دونه به زیر یه دونه رو یه دونه 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 زیر و دانه آخرم که به رو بافته میشه دانه هاشی است. بعد الان رج دوم. برای رج دوم دانه اول اینجا رج روی کار هستش. دانه اول به این صورت از میل خارج میشه. دانه بعدی به رو هستش. همونطوری به رو بافته میشه. دانه بعدی به زیر هست. دانه زیر رو توی این رج که رج دوم هستش و رج روی کارمون هست، یعنی اینجا اون مدلی که نشونتون دادم باید اینجا بیفته. دانه بعدی به زیر هستش. ما نخ رو روی کار میندازیم به این صورت و این دانه رو به این صورت از میل خارج میکنیم و میکشیم بیرون ببینید نخمون روی این دانه میفته این نخمون رو روی کار انداختیم و روی دانه میافته دانه بعدی به رو هست به رو بافته میشه دانه بعدی به زیر هست نخ رو روی کار میندازیم به این صورت و این میر رو از زیر رد میکنیم از زیر این نخ و دانه رو به این صورت میکشیم بیرون و ببینید نخ روی این دانه میفته دانه بعدی به رو هستش به رو بافته میشه بعدی به زیر نخ روی کار به این صورت خارج میشه دانه بعدی به رو نخ روی کار به این صورت میکشیم بیرون الان دوباره به رو نخ روی کار میکشیم بیرون به رو بافته میشه نخ روی کار میکشیم بیرون به رو بافته میشه دانه بعدی و و اینکه دانه آخر هم حاشیه است به رو بافته میشه به این صورت دوباره الان کار کارو برمیگردونیم و رج سوم هستیم برای رج سوم مثل رج اول میبافیم دانه اول رو از میل خارج میکنیم بعد دانه بعدی به زیر هستش به زیر بافته میشه دقیقا مثل رج اول پس این بافتمون از دو تا تشکیل شده دانه بعدی این دانه هست که توی رج قبلی اونطوری نبافته بودیم به زیر بود اونطوری کشیدیم بیرون و نبافتیم این دانه به رو بافته میشه دقیقا مثل رج اول که یه دونه زیر میبافتیم یه دونه رو یه دونه زیر این اون دانه است که نبافته بودیم تو رج قبلی به رو بافته میشه یه دونه زیر یه دونه رو یه دونه زیر یه دونه رو یه دونه زیر یه دونه رو یه دونه زیر دانه آخرم که دانی هاشی است به رو بافته میشه به این صورت الان رجه چهارم برای رج چهارم دقیقا مثل رجه دوم دانه اول رو از میل خارج میکنیم بعد دانه بعدی به رو هستش به رو بافته میشه دانه بعدی به زیر هست نخ رو به اون صورت روی کار میندازیم و این دانه رو به این صورت میکشیم بیرون و نخ ببینید روی اون دانه قرار میگیره دانه بعدی به رو هستش به رو بافته میشه نخ دوباره روی کار این دانه رو به این صورت میکشیم بیرون دانه بعدی به رو نخ روی کار میکشیم بیرون به رو بافته میشه نخ روی کار کشیم بیرون به رو بافته میشه نخ روی کار میکشیم بیرون به رو بافته میشه نخ روی کار میکشیم بیرون به رو بافته میشه دانه آخرم که به رو بافته میشه به این صورت پس ببینید کارمون این شکلی میشه دقیقا مثل همونی که نشونتون دادم روی دانه های زیرمون این حالت ها میفته این خطایی که اینجا میبینید این نخا روی دانه های زیرمون میفته اینطوری و حالت برجسته بهشون میده به این شکل پس این دوتا رج همینطوری پشت سر هم تکرار میشن و مدلمون اون شکلی این شکلی میشه و همون شکلی که بیشتر به بافته بودم و نشونتون دادم اون شکلی میشه خیلی ساده و راحت هستش ببینید مدل بافتمون این شکلی میشه در آخر اینجا من با کانوای ظریفتری بافتم اون مدل بافتمون رو این شکلی میشه همونطوری که نشونتون دادم امیدوارم که از این بافت برای بافتاتون استفاده کنید یه مدل شیک و زیبا و برای اکثر بافتاتون میتونید استفاده کنید و من قراره با این بافت یک کلاه زیبا ببافم و حتما آموزشش رو داخل کانال براتون میذارم خیلی خیلی ممنونم از اینکه من رو تماشا می کنید و اگر ویدیو هام رو دوست دارید خوشحالم میکنید با عضویت جدید در کانال من را حمایت کنید و همیشه هم از کامنتاتون و سوالاتتون نظراتتون خیلی خوشحال میشم دوباره ممنونم از اینکه من رو تماشا می کنید و تا ویدیوی بعدی و یادم رفت که بگم شعار همیشگی من از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیوی بعدی خدافز